سلام، بیننده گفتگوی ویژه با جنرال کارسن یاکوبسن، سخنگوی نیروهای کمک به امنیت یا آیساف هستین. ویلکم تو به استودیو تلویزیون یک، خوش آمدید. ابتدا می خواهم در مورد مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از شما سوال کنم. شما مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی را چگونه ارزیابی می کنید؟ تشکر از دعوتتان. از اینکه در ماه مبارک رمضان با شما هستم بسیار احساس خوشی می کنم. هفته گذشته شاهد مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی چند ولایت کشور و فرماندهان نیروهای امنیتی ملی افغانستان بودیم. روند انتقال مسئولیت با این برنامه آغاز گردید. شروع خوبی داشتیم. برنامه انتقال مسئولیت تا سال 2014 ادامه خواهد داشت. با توجه به آغاز مرحله اول انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان، طالبان به حملات خیش در این مناطق و سایر ولایات افغانستان ادامه می‌دهند. آیا فکر می‌کنید که مسئولیت‌های امنیتی به صورت کامل و موفقانه به نیروهای افغانستان سپرده خواهد شد یا خیر؟ Transition is a process that is going to go over the time span. روند انتقال مسئولیت همکنون آغاز شده و تا 3 یا 3.5 سال آینده ادامه خواهد یافت. البته جنگ و فعالیت‌های شورشیان هنوز هم ادامه دارد. با آغاز سال جدید خشونت‌های شورشیان کاهش یافته است. شورشیان همواره تلاش می‌کنند که پروسه انتقال مسئولیت را مختل سازند، اما شورشیان نمی‌توانند این روند را متوقف سازند. آیا مرحله اول انتقال مسئولیت‌های امنیتی موفقیت آمیز بود؟ بله، مرحله اول که شامل انتقال مسئولیت امنیتی 3 ولایت و 4 شهرداری افغانستان بود، موفقیت آمیز بود. در مورد طالبان چی فکر میکنید؟ مردم و برخی از سیاستمداران به این باورند که طالبان آدرس مشخصی در افغانستان ندارند. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، سیاستمداران معتقدند آدرسی را که نیروهای ناتو، آیساف و سایر نیروهای خارجی در مبارزه با شورشیان در افغانستان دنبال میکنند اشتباه است، چون شورشیان از جای دیگری منشا می گیرند. شما در این مورد چی فکر می کنید؟ طالبان و شورشیان وجود دارند. طالبان با فعالیت‌های وحشیانه و خشونت‌آمیز خیش علیه مردم بیگناه و نهادهای حکومت افغانستان ادامه می دهند. این وظیفه و مسئولیت نیروهای آیساف است تا از کشتار روزانه ده‌ها تن از مردم بیگناه از جمله زنان و کودکان توسط شورشیان طالب جلوگیری کند. تفاوت میان گروه طالبان و القاعده چیست؟ طالبان در داخل افغانستان حضور دارند و برای کسب قدرت به فعالیت‌های شورشی دست می‌زنند، اما گروه القاعده یک سازمان توریستی جهانی است. اما هر دو گروه تلاش می‌نمایند تا فعالیت‌های نیروهای بین‌المللی را جهت برقراری صلح و تأمین امنیت در افغانستان مختل سازند. Fighting against terrorism is in the interest of all free people in the مبارزه با تروریسم خاص تمام مردم آزاد دنیا است. مردم بیگناه افغانستان، شهروندان آمریکا و تمام جهانیان خواستار ریشه‌کن نمودن فعالیت‌های دهشت افغانانه هستند. از حملات تروریستی 10 سال قبل به مراکز تجاری نیویورک گرفته تا انفجار ماین کنار جاده در افغانستان، همه و همه نمونه‌های از حملات وحشیانه تروریستی اند. اکثر قربانیان حملات تروریستی افراد ملکی بیگناه اند. با توجه به صحبتی که نمودید، آیا تفاوتی میان طالبان و القاعده وجود دارد؟ گروه طالبان یا گروه شورشی افغانی است که به فعالیت‌های شورشی و تخریبیش در افغانستان ادامه می‌دهد، در حالی که گروه القاعده یک سازمان توریستی جهانی با اهداف گوناگون است. شاخه‌های مختلف گروه القاعده با یکدیگر همکاری نموده ارتباط دارند. گروه طالبان و القاعده نیز با یکدیگر ارتباط دارند، اما کاملا با هم مشابه نیست. اما سخنگویان امنیتی افغانستان تأکید می‌کنند که ملا عمر رهبر گروه طالبان در افغانستان نیست، بلکه در کویته پاکستان سکونت دارد.
شمار زیاد از فرماندهان ارشد طالبان در آن سوی مرزهای پاکستان حضور دارند. ما این موضوع را می‌دانیم که فعالیت‌های شورشیان از نقاط مرزی هر دو کشور پاکستان و افغانستان منشأ می‌گیرد و این مسئله مبارزه با شورشیان را پیچیده ساخته است، چون طالبان و شورشیان از مناطق مرزی مشترک برای سازماندهی فعالیت‌های خیش استفاده می‌کنند. رویارویی با آنان دشوار گردیده است، اما این مسئله نمی‌تواند مانعی از موفقیت ما در افغانستان باشد. رهبران طالبان در افغانستانند یا پاکستان؟ There is a difference between the level of leadership. پاسخ این پرسش با توجه به سطح رهبری متفاوت است. رهبران ارشد طالبان ترجیحاً در پاکستان مستقرند. افراد و رهبران سطح متوسط طالبان در افغانستان حضور دارند که ما با آنان می‌جنگیم. آنان را می‌یابیم و دستگیر می‌کنیم. And get them out of the fight wherever we can. افغانستان مردم، سیاستمداران و حتی سخنگویان ادارات امنیتی افغانستان به این باورند که پاکستان و به طور مشخص سازمان استخباراتی این کشور در تجهیز و حمایت از طالبان نقش مستقیم دارد. نظر شما چیست؟ پاکستان طالبان The Pakistan Afghanistan question always comes on the borderline in سوال در مورد فعالیت‌های توریستی در پاکستان و افغانستان همواره به بحث در مورد مناطق مشترک مرزی دو کشور منتهی می‌گردد، چون توریستان به نقاط مرزی هیچ احترامی ندارند، همواره به دو طرف مرزهای افغانستان و پاکستان عبور و مرور می‌کنند و به فعالیت‌های توریستی خیش ادامه می‌دهند. بنابراین ما و نیروهای ملی افغانستان باید در مورد آنان آگاهی کامل داشته باشیم. نیروهای بین‌المللی و ملی افغانستان در مرزهای شرقی افغانستان و سایر مناطق کشور که فعالیت‌های شورشیان، توریستان، قاچاقچیان مواد مخدر ادامه دارد کاملا فعال است. این یک سوال سیاسی است، نه سوالی که با ایساف ارتباط داشته باشد. بعد از شکست شورشیان و خروج نیروهای ایساف از افغانستان، پاکستان در دراز مدت به عنوان همسایه دائمی افغانستان باقی خواهد ماند. بنابراین سوال در مورد این که آیا ایساف پاکستان در تجهیز و حمایت شورشیان دخیل است یا خیر، باید از طریق گفتگوهای سیاسی میان دو کشور حل و فصل گردد.